İşte flaşçı adam çamışı oldu. Hop. Koşmakta ne ayağın, ne mayandı kovu kazayı, ne mayandı bankın merkezi ince teşrif deren. O Said, sıra carisi konuyor. Hatma. Muhammed, tuan bir rıklı olman diyor. Hop Muhammed, tuğunca çi mi kası begi? Hop en macerayı eşteraki keysem bu Muhsen'e mutfacca nemişem. Çetur? Ha بچه های مفاصل اقتصادی هم همزمان با ما بدون اینکه بدونیم روی این کیس سوار بودن خیلی اتفاقی جلو خونه دکتر فرمان به هم رسیدیم درگیر نشو محمد درگیر نشو خب اونا مدتی دارن روی این کیس کار میکنن ولی فعلا متهم تحت بازداشت ماست و تا زمانی که دستور نرسیده هیچ کس حق بازی از اونو نداره بله وقتی شما بازیتون تموم شد اطلاعات لازمه رو به دست آوردین بدین بچه های مفاسد اقتصادی هم روش کار کنن بسیار خوبا یادت باشه این پسر یه آزاده تمام عیاره بله از صبح که رفتی خونه پدرش برای دستگیریش اقلا صد تازه مقامات با من تماس گرفتن میخواستن یه جورایی سر در بیارن که جریان چیه امکان داره با تو هم تماس بگیرن ولی تو خیالتون راحت آقا محمد فراموش نکن که خدای نکرده تخلف این پسره رو به حساب پدرش ننویسید و نه چون ممکن اصلا پدرش از این ماجرا بیخبر باشه درست آقا و نکته آخر جانم محمد به نظر من کسی که خودشو اینجوری وارد مسائل مالی و اختلاس و رانت میکنه بعید دانسته وارد کار جاسوسی شده باشه میخوام خودت ازش بازجویی کنی چشم آقا انجامش میدم فقط ترسم اینه که اگه الان بقیه پرونده رو متوقف کنیم مشغول بازجویی بشیم بقیهشون فرار کنن یا سفید بشن تو کارتو با قدرت انجام بده اما یادت باشه پدرش ممکنه از نفوذش استفاده کنه و مسیر پرونده رو به کل تغییر بده هرچند من بعید میدونم وقتی صحبت از جاسوسیه کسی جرأت کنه برای کمک کردن قدم جلو بذاره خب پس اجازه بدیم من بازجویش نکنم چطور؟ که به بقیه پرونده برسم خیلی خب باشه میگم دکتر شهیدی این کارو بکنه ولی میخوام تو هم در جریان باش حتما راستی؟ جانم آقا امروز کارت هیچ بد نبود بد نبود آقا خوب بود البته دستور هلیکوپتر و جنگنده ها رو که شما صادر کردیم پیشنهادش از تو بود خوب بود محمد سلام خیلی معطل شدی؟ ببخشید کلا بله چش بریم بریم امروز مدارک سفیر جدیدشون ارسال شد دکتر سمی دستور بررسی رم داد به تو؟ به ما منم تو تیم بررسی هم چه خوب کمک خواستی رو حساب کنم قدیمی شده چی؟ این تکنیک تخلیه اطلاعاتی قبلا خودم امتحان کردی دیگه جواب نمیده خودت میدونی که مسائل سیاسی کمترین جذابیتی بر من نداره ظاهرا بله ولی برای به دست آوردن اطلاعات این سفیر جدید انگلیس حاضری هر کلکی رو به من بزنی پس بذار بهت بگم وزارت امور خارجه در اولین فرصت یه نسخه از مدارک این آقای سفیر رو برای نهادهای امنیتی میفرسته که ما بررسیش کنیم در نتیجه عملاً من به تخلیه اطلاعاتی تو نیاز ندارم خوبه پس راجبش حرف نمیزنیم نمیزنیم البته خب این روزا من درگیر چند تا پروندم فکر نمی کنم در این مورد خبری به دستم برسه جمعه هفته عزیز بسه نهار دعوتم کرده جمعه خوبه فقط لطفاً خونه باش
خیلی خوشحال میشم وقتی خونتون دعوتم شما منزل تشریف داشته باشین. انشالله. وقتی میگه انشالله یعنی که درگیری یه مأموریت هم و از این حرفا. ما میگیم انشالله آقا محمد. حالا اسم این آقای سفیر چی هست؟ نمیتون جلوی خودتو بگیری؟ فقط اسمشی بگو. عطیه. خزامونم که تموم شد. باشه بریم مامان نگران میشه. من بهشون زنگ زدم گفتم میام دنباله. از اون جهت که نمیشه رو قولای شما خیلی حساب کرد، به جای اینکه خیالشو راحت کنی بدتر نگرانش کردی. باشه بریم. نمیگی اسم سفیر رو؟ باشه. دست شما درد نکنه. خیلی شب خوبی بود. خواهش میکنم. نمیای بالا؟ نه دیگه دیر وقته. پس برای چی دختر مردم تا دیر وقت بیرون نگه میداری؟ برای اینکه دلم میخواد. قانع شدم. سلام برسون. برو بالا من با میسم تو برسون. هم سلام برسون. جمعه میبینم. شب بخیر. شب بخیر. حتیه. بله. اسم طرفو نگفتی یا؟ شرمنده. نمیتونم مسائل محرمانه رو باز بکنم. اه؟ شب بخیر. عطیه. نخوشم اومد. دهنت قرصه. خیلی خوب بود. اطلاع ندادی. اسمش متیو مکنزیه دیگه. خیلی بدجنسی محمد. خیلی. برو شب بخیر. شب بخیر. Thank you.
پیاده شد. گمش نکن. رفتی ساختمون باشه بشه خانم اینا چند؟ امیر کجایی من اومدم بالا دیدم چی شد داوود؟ گمش کردی؟ نه رسول باهاشه رفته عکاسی دیدت؟ فکر نمی کنم لباس تو برشی عوض میکنه محصه احتیاط داریدش؟ خیلی خوب من و امیرم با هم آره الان میرسیم حالا باید چی کار کنیم داوود؟ الان میگم فقط تو همینجا وایسا آره ممکنه جلوتر دید داشته باشم چه بذاری جا پارک خوب پیدا کن الو داوود سلام آقا محمد ما الان تو موقعیتیم سوژه رفته عکاسی آره دارمتون ببین قشنگ پوشش کامل بدین بله تا جایی هم که ممکنه به سوژه نزدیک بشین باشه چشم هر وقت دیدیم موقعیت مناسبه وارد عمل شیم چشم چی شد؟ بریم بله اصلاحات رو نمیبری داوود؟ نه فعلا نیاز نیست اینجا عالیه کدوم خیابونه؟ اینجا خیابون ولی هست دیگه حد فاصله میدون تا فاطمی سوژه ها رو میفرستی هم اینجا باشه فقط کدوم ها رو؟ آه ببین اینا گروه بامبا حواست باشه چیزی از ماجرا نفهمن همین که برن بشینن اونجا و ساز بزنن کافیه نه حالا بهشون میگم یه پروژه عکاسی در مورد این نوازنده‌های خیابونی یکی هم باید بخونه بخونن؟ اینا که همشون دخترن نمیشه که میترسی دستگیر بشن؟ آها یادم رفته بود شما دقیقا همینو میخواید باشه میخونن میخونن آقا باشه بیشتر از اینا رو هوشت حساب میکردم خب ببین اگه راضی نشدن چیکار کنم شماره منو پاک میکنی میشینی اینجا عکس پرسنلی از مردم میگیری خیلی خب باشه فقط من بودم چقدر هزینه کنم چون ممکنه پول بخوام اگه نگفتی هنرمندم
اونا که پول نمیخوان. بدبختیمون همینه دیگه. ببین چند روزی باهاشون بگرد، شام دعوتشون کن، براشون از گروه های موسیقی ایرانی که تونستن برن اروپا حرف بزن، چهار تا اسم ببر. اصلا بگو از وقتی که عکس و خبر دستگیری و محدودیت کاریشون تو ایران پخش شده تونستن برن اروپا، ویزا گرفتن، از این حرفا بگو. خب باشه قبول، ولی اگه ازم پرسیدن من چجوری میخوام. بسه دیگه، خستم کردی. ببین اگه من میخواستم همه کارامو خودم انجام بدم نیازی به تو نبود. آن سن آدمزی که نیستی که عکسات تاریخ ساز بشه. یه دوربین دیجیتاله، خودم عکس میگرفتم و همین، خلاص. باش ردیفش بکنم. چشم. چی شد؟ رفت فرکوسی هنوز بیرون نیومد. خب امیر تو برو بالا، رسول تو برو پارک. سلام، خوش اومد. برای عکس اومدم. خیلی خوش اومدید. پرسنلی می‌خواستی؟ نه، از این یادگاری فیگور و اینا. خیلی عالی. بفرمایید خواهشم. ببخشید، فقط من میتونم چند تا از این نمونه‌هاتون رو ببینم؟ بله، چرا که نه. حتما. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. اینا نمونه همون هستن، بغلشون هم کد دارن، هر کدومه که پسند کردید روش دوتا کلیک میکنید میره توی حافظه. من میام میبینم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. راستی آقا، اون عکسایی که گفته بودین آماده کردم، میخواییم ببینیم؟ بری سومیه میبرمش. چشم. ببخشید، فقط اینا تو چه ابعادی چاپ میشه؟ تو هر ابعادی که شما میخواید، از تابلوی دیواری تا اندازه کارت ویزیت. حالا شما بفرمایید، من میام خدمت. خیلی ممنون. خواهش میکنم. اینجاست. بالا رو من بس. پایین سفیده. مشکلی نیست. خیلی خوب الان میام. باش. بریم پس. فقط پدر جان، این در رو قفل میکنه تا من بهت نگفتم روی هیچ کس بازی میکنی. باشه؟ چشم. بریم. سلام، استاد بهرامی خوبی؟ خیلی خوشحالم میبینمتون استاد. خواهش میکنم بفرمایید. شیر یا شکار؟ بفرمایید. شیرم. خوب هستین استاد؟ خانم سلطانیانو عکاس خوب، بازیگر خوب، اصلا دیگه حرف ندارم. بله خیلی خوب میشناسمش. آقا ایشون بازیگر خوب، عکاس خوب، ان شاء الله به همین زودی تو فستیوالای بین‌الملل باید خودتون رو نشون بدید. یعنی میشه استاد؟ عکس میگیرن و قشنگ، یعنی خوراک فضای مجازی، جنجالی اجتماعی. بله. خوب اصلا همه چی عالی. این چه عکسایی برات گرفتم نشونت بدم. بله.
بهشون استادم بده باشه. حتما زینه بگیرم. اینا آفرین شده. اینو کجا گرفتی؟ نازم بایسا امیر یه خبر شد. اینو اینم هست. حرف نداره شده. آه نشون آقای بهرامی هم بده معلومه. حتما استاد افتخار میدی عکسمو ببینی. بله با کمال میل. بذاری این عکسو نشونتون بدم. این مدل چطور شده استاد؟ عالی. اینو کجا گرفتی؟ من اینجا رو اونجا رو همه رو درست میکنم تو از عکسای خودتون که تئاتر شو داشتیم. حالا من یه عکسی از شما بگیرم. خیلی ماشاءالله. سیتاتم. من یه عکسی هم که انتخاب کردی بد نیست. اول داشتم. رسول. امنه میریم داخل. زنگو بزن. حالا من همینجور رو آماده میکنم. ببخش من یه لحظه میخواهیم. نه خواهش میخواهیم. یادم آره بفهم. سلام. سلام علیکم جانم. میتونم بگم تو؟ الان نه متاسفانه یه ذره سرم شده بقیه یکی دو ساعت دیگه. آقای بهرام بشین بهتر بلند نشی. من جای تو باشم کارو سخت نمی کنم. بله داغون خسته نباشی به بچه ها بگو بیان برای پاکسازی تو سعید هم ملحق شون برای مرحله دو. بله چشم سعید کارم اینجا تمام. بچه ها بیان داخل. اینجا تحویل شما. این هم بسایی بریم داغون. بایی چه خبر؟ خسته نباشی. از وقتی از خونه اومده بودیم ترددی نبوده اینجا. خیلی خوب خسته نباشی. سلام. سلام. خسته نباشی. کارتون خوب بود؟ ممنون. خب امنه؟ آره از صبح که رفته دیگه رفت آمدی نبود. خیلی خوب. خونه خالیه؟ آره. بسیار خوب. میریم تو. بریم. کوچیکتر از اون چیزی که تو فیلم میشد دیگه. خاصیت این دوربین هست تقریبا همه جا رو بزرگتر نشون میده. بله خب آقا داوود تو بهتر از همه اینجا رو میشناسی. بگو ببین چی به چیه. خب ما تقریبا همه جای خونه دوربین رو شنود گذاشیم به جز اتاق خواب و دستشویی که طبق دستور اجازه نداشیم. خیلی خوب خیلی خوب. بچه‌ها شروع کنیم. سعید خوب دقت کن. داوود تو هم دستشویی. منم میرم سمت اتاق خواب.
هیچ بد نبود بچه ها. تمیز و بی سر و صدا. آفرین. آفرین. خب مورد خاص دیگه ای هست که من باید بشنوم؟ آقا در حال حاضر نه، اما اگه اجازه بدیم بعد از بررسی سیستم‌های کامپیوتریشون و مدارک جدیدی که به دست آوردیم یه گزارش کامل خدمتتون ارائه میشه. خوبه، من منتظرم. بفرمایید سر کارتون. ممنون بچه‌ها. باز چی شده؟ آقا می‌خواستم ازتون خواهش کنم اجازه بدین من رو پرونده آب کار کنم. فکر کنم در این مورد ما قبلا صحبت کردیم. حالا آقا اون موقع میگفتین چون درگیر کیس بهرامی هستم نمیتونم رو اون یکی کار کنم. الان که کیس بهرامی به نتیجه رسیده گفتم. به نتیجه رسیده؟ محمد یعنی تو اعتقاد داری که وقتی متهمی دستگیر شد به نتیجه رسیده؟ اگه ما پلیسی بریم دستگیر کنیم بعد تحویل قوه قضاییه بدیم و تمام؟ بس تحلیل و بررسی و نتیجه گیری چی میشه؟ نه آقا منظورم این نبود. منظور دقیقا همین بود. گوش کنم چی میگم. دشمنی رو که نمیتونی شکست بدی زخمیش نکن. این کیس الان زخمی شده. تو تش برو. تازه ماجرای این بیت کوینایی که علیرضا فرمند داده به بهرامی هم هست. معنیش اینه که هنوز هیچ چیز تموم نشده. تموم نشده محمد. بهرامی رو همون به معرفی کرد. میگفت یه تاجر ایرانیه که ظاهراً خیلی سال با هم دوستن. سلیم مورد خاصی ازت میخواست که بهرامی رو بهت معرفی کرد؟ میگفت بهرامی طرف حسابشه. اما چون کارت بازرگانی نداره انتقال پول براشون سخته. هر چند وقت یه بار یه پولی من بهش میدادم اونم معادلش به من درهم میداد توی دبی. چند بار به بهرامی پول دادی؟ یادم نیست. خیلی. خیلی مثلا چند بار؟ شاید بیشتر از 40-50 دفعه. هر بار چقدر به بهرامی پول میدادی؟ متفاوت بود. از 30 تا 50 میلیون. ولی معمولاً پرداختم 30 میلیونی بود. و پولو چطوری بهش میدادی؟ نقدی. همه رو بهش ترابل چک میدادم. حتی یه چند بارش هم بیت کوین بود. چرا پولو به حسابش نمیریختی؟ اصلا اون روز اول سلیمی بهم گفتش که باش نقدی کار کنم. میگفت اینجوری راحت تره. هیچ وقت به خودت نگفتی این کار جرمه؟ جرم؟ من یه پولی رو گرفتم اینجا معادلش ریال تحویل دادم. این کجاش جرمه؟ تحصیل کردی؟ دانشگاه رفتی؟ چطوری میتونستی انتقال پول به صورت متوالی باید از مجاری قانونی انجام بشه؟ من به سلیمی اطمینان داشتم. هیچ وقت فکرش هم نمیکردم که اون کار خلاف کنه. خیلی خوب، هرچی در مورد آقای سلیمی میدونی بنویس. از نشونی منزل و محل کار و تلفن تا هر چی که بهش مربوط میشه. تلفن همراهش خاطرم نیستش ولی توی گوشی خودم هست. هم تلفن همراهش هم تلفن محل کارش. اما آدرسش اینجا نوشتم. این آدرس محل کارش. به این نوع انتقال پول میگن پولشویی. پولشویی؟ نشنیده بودی؟ چرا خیلی شنیده بودم ولی دقیق نمیدونستم یعنی چی. یعنی تبدیل پولهای غیر قانونی یا اصطلاحاً کثیف به پول قانونی. من بین دوتا تاجر یه پولی رد و بدل میکردم. همین پول کثیفی اصلا در کار نبوده. وقتی پولی خارج از سیستم بانکی جابجا میشه عملاً بگیرنده این فرصت داده میشه تا اونو به عنوان پول تمیز وارد سیستم بانکی بکنه و قانونم نتونه ردی از فرستنده پیدا کنه.
من واقعا نمیدونستم. حالا بابت اینجا به جایی چی میگرفتی؟ 8% از پولو به عنوان دستمزد. خود سلیمی توی دبی به حسابم واریز میکرد. سلیمی به غیر از این مورد جابجایی دیگه چی ازت میخواست؟ هیچی. این یه تجارت بود که ستامون ازش راضی بودیم. هم من، هم سلیمی، هم بهرامی. برای چند نفر این کارو میکردی؟ فقط همون بهرامی بود. اونم که توضیح دادم برای چی. این چیه؟ گزارش جلسه. کدوم جلسه؟ جلسه تا پدرم. از کجا بردیشون؟ از روی کامپیوتر شخصیش. و به کی تحویل دادی؟ این اصلا چیز مهمی نیستش. اگر که بخونینش یه گزارش جلسه معمولی از جلسه تا پدرم. خیلی عادی. تو که میدونی پدرت شغل حساسی در این کشور داره، رئیس شورای اقتصاد داخلی و حمایت از تولید ملی، به نظرت گزارش جلسه همچین آدمی میتونه عادی باشه؟ برای نمونه این جلسه با حضور معاونت وزیر اقتصاد، قائم مقام وزارت صنعت و معدن، ریاست بانک دولتی، معاونت بانک مرکزی و نماینده کمیسیون بودجه تشکیل شده. این گزارش رو تو یکی تحویل داده. بهتون پیشنهاد میکنم اطلاعاتی که ازتون میخواییم بدون کم خاص اعلام کنید تا هرچه زودتر مرحله بازجویی رو پشت سر بذارید. خب ادامه میدیم. این گزارشات رو تحویل کی دادی؟ شریف. سلام. آقای عبدی، آقای عبدی، بفرمایید. من دکتر فرمند هستم، پدر علیرضا. بله بله، در خدمتم. بایدم نشخند بزنید، فعلا که دور دور شماست. نه، سوء تفاهم نشه. دلیل خندیدن من این نحوه معرفیتون بود. منظورتون؟ ببینید آخه معمولا رسمه که فرزندان مسئولین بر اساس جایگاه و اعتبار پدراشون خودشون معرفی میکنن. من تا حالا نشیدم که پدری بر اساس موقعیت و جایگاه پسرش خودشون معرفی کنه. من باید با شما صحبت کنم. از صبح تا حالا خیلی از دوستای شما در مورد آقازادتون با من حرف زدن. فکرم میکنم هر اطلاعاتی که لازم بوده به شما منتقل کردم. آقای عبدی، شما یه نهاد امنیتی هستید، نباید وارد ماجرای تصفیه حساب‌های سیاسی بشید. خیلی ممنونم از توصیه‌تون، اما پیشنهاد میکنم در مورد دستگیری پسرتون دنبال مسائل جنایی و سیاسی نگردید. با 100 جا تماس گرفتم، هیچ کی جواب من رو نمیده. به من گفتن امروز وزارت نفت جلسه دارید. آقای عبدی،
من باید بدونم پسرم برای چی دستگیر شده. آقازادتون تفهیم اتهام شده و در حال حاضر داره بازی میشه. من پدرشم حق دارم اتهام پسرمو بدونم. بله بله حتما حق دارید، ولی وقتش که رسید به شما اعلام میشه. کی آقای عبدی؟ تا زمانی که تحقیقات اولیه انجام بگیریم. اومدیم و این تحقیقات اولیه شما 6 ماه طول کشید؟ نه فکر نمی کنم اینا همش بستگی به همکاری آزادی شما داره. اینطور که من متوجه شدم پسر باوش و منطقی هم به نظر میاد، با توجه به مدارک موجود در حال اعتراف. چه بلایی سرش آوردید؟ من ازت شکایت میکنم. پسر من جرمی مرتکب نشدی که بخواد اعتراف کنه. حتما شکنجهش کردید. شکنجه؟ متاسفم، واقعا متاسفم آقای دکتر. اولا که شما در جایگاهی نیستید که من به شما پاسخ بدم. در ثانی به عنوان یک پدر بهتون میگم پسر شما، آقازاده شما، در یه شرایط کاملا طبیعی و قانونی بدون فشار روحی و روانی داره بازجویی میشه. حالا من یه توصیه به شما میکنم، خونسرد باشید، صبور، چون مبادا در روند پرونده پسرتون خلالی وارد بشه. صبور. البته من به سوابق مبارزاتی شما احترام میذارم، ولی پسرتون مسیر اشتباهی رو طی کرده. ای کاش قبلا به هشدارهای ما توجه میکردید. صبور باشید. آقای عبدی، من فقط همین یه بچه رو دارم. علیرضا تنها دارایی منه. بعد فوت مادرش من اصلا. آقای دکتر، ای کاش پیشتر از اینا از تنها دارایی تو مراقبت می‌کرد. درست. قبال جهان احساس مسئولیت کنی اسمش فداکاری نیست، در حالی که یه دندون فاسد توی دهنت داری. انگار همه دوستاش از بین سوژه‌ای ما انتخاب کرده. یاد گرفته بود که چطور مسئولین مملکت رو با رشوه بخره. خانم عکسی داره که توی این عکسی آقای هست که میتونه غافل گیرت کنه. مطمئنم یه کله گنده پشتشه. کارشون خیلی خوب بلدن. این کارت من اگه باز مشکل پیش اومد خوشحال میشم یه زنگ بهم بزنی. گاندو تمسای پوزه خودای ایرانی.